یکی از برندهای فرهنگی جهان اسلام به ویژه ایران اسلامی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی است. مجموعه بسیار فاخر از کتابهای بسیار نفیس و مجموعه گرانسنگ از اسناد چندین ساله، تصاویر، اشیاء موزئی همه سبب شد تا در جهان اسلام سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی مورد توجه فرهیختگان و فرزانگان قرار بگیره. در خدمت جناب حاج آقای حسینی هستیم. مدیریت این مجموعه فاخر را به دست گرفتن. بفرمایید. این کتابخانه یک مزیت، یک شرافت، یک منزلت منحصر به فردی دارد که اون رو سرآمد و پیشتاز همه کتابخانه های دنیا کرده است و اون انتصابش هست به امام همام، عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امام علی بن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا. این انتصاب به بارگاه منور رضوی باعث شده است که این کتابخانه در یک دوره طولانی و با یک عمر بیش از 1100 ساله ملجعی باشد و مرجعی باشد برای محققان و پژوهشگران و کتاب دوستان و اهالی فرهنگ و هنر و طلاب و دانشجویان. آنچرا که ما امروز در این کتابخانه معظم و با شرافت میبینیم، کتابخانه دلدادگی و کتابخانه عشق و مودت و محبته. از آجر آجر این بنای مقدس گرفته تا نسخه نسخه خطی، سنگی، منابع چاپی آن، از رهاورد عشق بازی و دلدادگی، اون هم بر مبنای وقف و نذر شکل گرفته. لذا این مزیت و این ویژگی این کتابخانه را سرآمد کتابخانه های ایران اسلامی، منطقه و جهان اسلام کرده است. یکی از آوازه های این کتابخانه، باید بگیم گرانسنگ، وجود نسخه های خطی مربوط به قرن ها پیشه، وجود یکی از بزرگترین قرآن های دست نویس مربوط به بایسنقر میرزاست، وجود قرآنی به قدر 3x4 سانتی متر. این نفایس یه جوری باید جهانی بشه. ادامه راهی که میخواین برین به کجا خواهیم رسید؟ مهمترین رویکرد خودمون رو متمرکز کردیم بر مبنای داشتن یک سازمان دانش محور. برنامه جامعی رو طراحی کردیم تا محققان و پژوهشگران بتوانن با آسانی به منابع مورد نیازشون برای تحقیق و پژوهش دسترسی پیدا کنن. غیر از صیانت و پاسداشت و نگاهداشت نسخه های خطی ارزشمندی که تعداد اونها امروز به بیش از 100,000 نسخه خطی میرسه که حفظ و حراست و صیانت از اونها مأموریت اصلی ما هست، یک مأموریت دیگر نیز اون هم مطابق با منویات واقفین و ناظرین باید مد نظر مهندسان فرهنگی، مهندسان علمی آستان قدس باشد و اون احیای این تراث و میراث ارزشمند است. بنا داریم که از طریق رسانه‌های موجود این اولویت‌ها و موضوعات رو به استحضار جامعه و عرصه نخبگانی کشور و بلکه جهان اسلام قرار بدیم که بتوانن این اولویت‌ها رو اختیار کنن و به تحقیق و تصحیح و پژوهش بپردازن. 20,000 نسخه خطی و قرآنی رو در فضای مجازی قابل دسترس برای محققان و پژوهشگران قرار دادیم. مسجع نورانی حضرت رضا علیه السلام، این حوزه کهن و دیرین و مراکز دانشگاهی ارزشمندی که در این شهر
وجود دارد میتواند به مرجعیت علمی که آستان قدس رضوی اون رو در یکی از سیاست‌های خودش قرار داده و اعلام کرده برسه. آنچه که امروز ما احساس وظیفه و تکلیف میکنیم این استش که ارتقاء کتابخانه‌های آستان قدس رضوی یکی از مؤلفه های اصلی برای تحقق مرجعیت علمی مشهد الرضا است. سیاست آستان قدس رضوی از گذشته توسعه و گسترش کتابخانه های عمومی آستان قدس بود است. همینک مستحضر هستید در داخل کشور و کتابخانه هایی که در شهر مشهد وجود داره چیزی حدود 53 کتابخانه است و یک کتابخانه هم در کشور هند. این قابل توسعه است، بر مبنای وقف و نظم هم شدنی است و دور از دسترس نیست. در گذشته و حال اعلام کردیم که از یک گنجینه بسیار ارزشمند و با نفاستی در این آستان مقدس در قالب موزه ها، اشیای موزه‌ای، کتابخانه ها، اسناد و مطبوعات برخوردار هستیم. منتها اون گله به حقی که محققان و پژوهشگران دارن به غیر از دسترسی، عدم معرفی شایسته و بایسته این گنجینه است. شنیده شد که به صورت امانی هم شما آثار نفیس رو نگه می‌دارید. این یک. دوم، توضیح بفرمایید دیجیتال سازی که شروع کردین در سراسر ایران چی بوده و چی هست و آیا هنوز ادامه داره یا نه؟ ما در بخش توسعه و ترویج کتابخانه‌ها، توسعه و گسترش کتابخانه‌های آستان قدس در سراسر کشور بلکه دنیا، از خیرین عزیز، از واقفین محترمی که بنای بر این رو دارن که کتابخانه مرکزی رو در شهر خودشون، در مکانی که زندگی میکنن داشته باشن، ما مکانیزم همکاری خودمون رو تعریف کردیم، میتوانن اعلام و آمادگی بکنن. لذا این عرصه بسیار مهمی است. در کنار این بحث وقف که نسخه خطی رو، سند رو یا شی موزی رو وقف میکنن، ما به اون جهت رسالت اصیل فرهنگی که آستان قدس دارد و اون حفظ این تراث هست، صیانت از این میراث هست، در حوزه امانی هم وارد شدیم. مواردی رو برخورد کردم که اعلام آمادگی کردن و نسخه‌های خطیشون رو به صورت امانت در اختیار مجموعه ما قرار دادن. ما هم موظف هستیم که این کتابخانه ها رو امانتدارانه حفظ کنیم. حتی اگر نیاز به مرمت دارد، نیاز به فهرست نویسی دارد، نیاز به کارهای محتوایی دارد، این کارها رو انجام بدیم. این رو به عنوان یکی از وظیفه‌های ذاتی و اصلی خودمون قلمداد می‌کنیم. در حوزه دیجیتال سازی امروز نمیتوان از حوزه فضای مجازی غافل شد. یکی از غنی‌ترین کتابخانه های ایران اسلامی و منطقه در حوزه دیجیتال سازی منابع کتابخانه آستان قدس رضوی است. ما معتقد هستیم این شعار دور از دسترس نیست که هر خونه ای میتواند یک کتابخانه آستان قدس رضوی را داشته باشد. خب این به برکت امر دیجیتال سازی است. بنا داریم در نقشه راهی که ترسیم کردیم برای آینده کتابخانه آستان قدس، ما کتابخانه هامون در شهرستان ها که تحت عنوان کتابخانه های وابسته است به قطبه های فرهنگی و علمی آستان قدس مبدل شوند، هم در زمینه جذب و دریافت نسخه های خطی، اسناد ارزشمند ورود پیدا بکنن، هم در
عرصه جلب مشارکت‌های مردمی و هم در ترویج و توسعه فرهنگی و تاثیرگذاری فرهنگ در منطقه مؤثر واقع بشوند و هم در بحث مطالعات بومی و تبدیل شدن کتابخانه‌های آستان خود در شهرستان‌ها به یک مراکز مطالعاتی اون منطقه و دیجیتال سازی ورود پیدا بکنند. از این منظر عرصه دیجیتال سازی کتابخانه آستان قدس و این حوزه جزء اولویت‌های راهبردی و کارآمد ما در آینده آستان قدس رضوی خواهد بود. یه جمله من در ارتباط با موزه عرض بکنم که حق مطلبم ادا بشه، چون این مجموعه سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس هست. ارزشمندترین موزه‌های کشور رو در اختیار داریم، 16 گنجینه در حوزه‌های مختلف که حدوداً 8000 شیء موزه‌ای در معرض دید و بازدید علاقه‌مندانه. یکی از پربازدیدترین موزه‌های کشور هم آستان مقدس امام رضا است. چشم تو گردد نرگس، شیوه تو نشدش حاصل و بیمار به ما. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتم، یادگاری که داریم گنبد دوار به ما. بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد که حدیثش همه جا در در و دیوار به ما.
شایه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.